چیکار میکنم؟ شبم که میخونه خراب شده باید خون بچه چیکار کردی؟ علی آقا جون شما که خونه نیستین ببینین این ور پریده چه آتیشی میسوزونه. اعظم خانم شاهده. خب فاطمانم بچه هست دیگه. به یه بچه ها همینم. به خود من کاری نکردم. خب با من لجه. مگه هزار دفعه بهت نگفتم اینم مثل مادرت؟ نه اگه اون مثل مادرم بود اینقدر من اذیت نمی‌کردم. تو خدا ببینین این همه زحمت بکش آخرم این بابا سلامات بفرست. بیا بریم بالا. آدمش بریم بالا. زلیل شو. چی تیکار میکنم مردش رو ریخت و قیافاتو ببرید. پناه بر خدا چه سال و زمونه ای شده. دیدین چه زبونی داره تو روی من وای میسه ور پریده. فاطمه خانم اون بچه از مادر نداره. شما باید براش مادری کنی. مادری تا رو خدا ولم کن علی آقا. اونایی که شیره یا جون آدمه میخورن چه گلی به سر آدم میزنن تا این بچه که معلوم نیست چه شیری خورده ور پریده آتیش بجو. باید تکلیف من معلوم کنی. من دیگه نمیتونم با این ور زندگی کنم. اگه دو روز دیگه اون تو این خونه بمونه من از دستش سلاطون میگیرم. میگی چی کارش کنم زن؟ من چه میدونم؟ مگه از روز اول قرار نبود اونو تو خونه من نیاری؟ چند روز به من فرصت بده تا یه فکری براش بکنم. یه روز دیگه هم صبر نمیکنم. اگه تا فردا اونو از اینجا نبری خودت هم حق نداری پا تو خونه من بذاری. نمیدونم از دست این جونم برشده چی کار کنم. نمیدونم اونو کدوم قبرستونی ببرم. ببرش پرورشگاه؟ چی؟ ببرمش پرورشگاه؟ آره؟ خیال میکنی این جاها رو واسه کی ساختن؟ بذار بره اونجا شاید آدم بشه. چرا کپه مرگتو نذاشتی بچه؟ تنم میسوزه بابا، خوابم نمیبره. برو بگی بخواب. بابا جون، میخوای منو ببریم پرورشگاه؟ بله. بابا، به خود من کاری نکردم. تو رو خود من از اینجا نبرید. آخه من که به جز شما کسی رو ندارم. نه خیر، باید بری. دیگه نمیتونم تو رو اینجا نگه دارم. خودم هم زیادی هم. تو رو خدا بابا به من رحم کن. من کسی رو ندارم. برشو ننه من قریبم بازی در نیار. بابا پس ببینید چی میگم. همین که گفتم برو بخواب. تو رو خدا به حرفام گوش بدید. منو نبرین پرورشگاه. خودم از اینجا میرم. قول میدم دیگه بر نگردم. نه خیر نمیشه. باید حتما بری. Thank you.
بابا داری؟ آره مادرم مرده. تو هم زن بابا داری؟ نه. پس چرا اومدی اینجا؟ چون کسی رو نشتم. من خیلی کوچیک بودم که بابا ننم مردن، اصلا اونا رو نیدم. خاله هم منو بزرگ کرده، اون تو خونه های مردم رخشوری میکرد، خدا بیا مرزتش. بیچاره تو یه زمستون سینه پهلو کرد و دار فانی رو الودا. پس کی تو رو آورد اینجا؟ تو خونه ما یه آجدان زندگی میکرد، خاله که مرد و من آورد اینجا. اینجا ناراحت نیستی؟ با تو هم؟ ها نه خیلی هم راحتم، ولی من خیلی ناراحتم. منم اولش مثل تو بودم، ولی یواش یواش عادت کردم. بابام قول دادی که دو هفته بیشتر من اینجا نذاره. ده؟ آره قول داده. الله اکبر، چقدر رفیق نادور بدم میاد. پس تو هم باور کردی؟ آخه تو که نمیدونی بابام خیلی منو دوست داره. ولی نه بیشتر از زن بابا. ای تو رو بیشتر دوست داشتا، به جای تو زن بابا تو میآورد اینجا. آره عجب خنگه. چطوری؟ بد نیستم. های کجایی داری پس؟ چرا غذاتو نمیخوری؟ از دعوا کردنت هیچ خوشم نیمد، خیلی ناشی هستی، حالمو به هم زدی. ناراحت نباش، خودم یادت میرم. بزن لقمه رو برم بالا.
تو نباس میذاشی دوره تو بگیرن، چون از پشت بهت حمله میکردن. همینطورم که کردن، باز طوری با میستادی که پلیس سرت کسی نباشه، یا اگه بودن حواست به عقبت هم باشه که سر بزن مرچشو بگیری. اینطوری حالی چو؟ نوکس چرا؟ امروز پنج شنبه است. خب، ما ایما گفتیم شیش شنبه است. امروز روز ملاقاتیه، بابام میاد. خب، نامه نوشته یا تیلیف کردی؟ نه، بهت که گفتم اون قول داده تو وقتی که اینجام هر هفته بیاد منو ببینه. مثل هفته پیش میخواد بیاد تو رو ببینه. خوش به حال خودم که هیچکیو ندارم بیاد دیدنم. هنوز نیومده، هیچ وقت نمیاد. حتما میاد، صبر داشته باش. خیالت راحت شد؟ آره، اون به من دروغ گفته. اگه میخواست بیاد تو این دو سه ماه اومده بود. حالا رسیدی به حرف من، حالا دیدی حاجت عوضی حرف نمیزنه. من حرفی ندارم، سرم درد میکنه واسه این جور چیزا، ولی یه شرط داری. چه شرطی؟ اینجا که رفتی منو تنها نذاری بری پیش بابا جونت. باز قول بدی تا آخر عمر با هم باشی. قول میدم. من که دیگه نمیتونم برم پیش بابا. اون گفته اگه از اینجا فرار کنم منو میکشه. آب باریکلا، حالا شده یه آدم فهمیده. بزن قدش. کی؟ همین امشب. Thank you.
کم بگید. همینطور، برای اینکه بی خودی میگردیم، کسی به ما کار نمیده، هر جا بریم زامن میخواد، گدایشه نمیتونیم بکنیم، کارم که بهمون نمیدن، پس چی کار کنیم؟ تناراش همونیه که بهت گفتم، اگه دل داری یالا. آخه من تا حالا از این کارا نکردم، میترسم. منم نکردم، ولی حالا مجبورم. باشه، هرچی تو بگی. باریکلا، حالا که بچه خوبی شدی، میخوام امروز بهت چلو کباب. پول چلو کباب، خدا بده برکت. نمیتونیم چلو کباب بخوریم. واسه چی؟ ببین چیه؟ بده بینم. خب، منظور مگه نمیبینی؟ اون بیچاره مریض داره، حتما میخواد با این پول نسخهشو بپیچه. حالا نپیچه، تو فکر میکنی مریضش با همین یه نسخه خوب میشه؟ خوب شدنش به ما مربوط نیست، عوضش وجدانمون راحته. ما رو به پا با کی دوست شدی؟ همش از وجدان و شرف حرف میزنه، پس شکم گشته که وجدان و شرف نمیشناسه. خدا بزرگه. همین؟ خدا بزرگه؟ کیفت نه والا، خدا زریدشون کنه، من اصلا نفهمیدم چی زدن. وقتی برگشتم دیدم کیفم نیست. چقدر پول توش بود؟ یه چند تومنی بود سرکار. آخه باباش مریضه، میخواستم برم دواشو بخرم. نگران نباش، پیدا شد. اونهاشم نفهمیده تاریسم. همون دوتا برگشم، کار خودش این چار کنه. برو جلو ببینه، هم قیافشون معلومه. بیا اینجا رو ببینم. پاشتیم 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 پاشتیم. Thank you.
17-18 ساله که با هم کار میکنین هیچ وقت مثل امروز بعد نیاوردین پسر. آره دیگه از این زندگی خسته شدم، برای یه لقمه نون باید روزی 1000 دفعه بمیریم و زنده بشیم. لعنت به هرچی بابای ظالم و بی انصافه، اگه اون یه ذره محبت و عاطفه سرش میشد کار من به اینجا نمیکشید. خوشحال به حال خودم که نفهمیدم از کجا اومدم و به کجا میرم. آره خوش به حالت که غم هیچی رو نمیخوری. دلم میخواست منم مثل همه مردم یه کار آبرومندی داشتم، خون و زندگی داشتم. مریم رو داشتم. آره مریم رو داشتم. مریم یه وقت گول این وعده وعیدا رو نخوری. یا چی میگی؟ اون میخواد با من عروسی کنی؟ پس معطل چی هستی؟ خودم هم نمیدونم، وگرنه اون از خدا دلش میخواد. من نمیگم دلش نمیخواد، همه مردا عروسی رو دوست دارن، منتها از آخوند میترسن. اون اینطور نیست. دست دست میکنم. چه حرفا آدم میشنوه؟ واسه چی دست دست میکنی؟ میخوام اونو بهتر بشناسم. چقدر ساده ای، معنی تو که هیچی. از سقف فارلو اگه خودم از آسمون بیاد نمیتونه جنس این مردا رو بشناسه، اونم قبل از عروسی که از دو طرف نوبت میگیرن برای دروغ. ولی همه مثل هم نیستن، باید ببینیش تا بفهمی. من منم اصغر آقا هست. آره بیا تو. سلام. سلام. چرا تو نمیای؟ اونا میخوام برم، کار دارم. کجا بودی که اینقدر خستی؟ یه شکار چاق و چله دم با این خورد به پاسم. پلیس رسید و چنگمون در رفت. با این کاری که دارین بالاخره سرتونو به باد میدین. آره چی کار کنیم، مجبوریم دیگه. به اسخر آقا گفتین که ما اومدن؟ اگه بگم اسخر نیست ناراحت میشی؟ یعنی میخوای بگی نیست؟ آره چون استشو میگفتم نمیومدی تو. خدا بده آبچی، خدا بده. بالاخره تو آدم بشو نیستی. کش دست تو. صبر کن ببینم فکر میکنی تو کی هستی؟ ها؟ تقصیر منه اگه بهت نمیگفتم دوست دارم اینقدر خودتو واسه من نمیگرفتی. گوش کن خانم جون، من با کسی که نون نمک خوردم خیانت نمیکنم. میدونی چرا؟ برای اینکه بی عرضه ای، برای اینکه مرد نیستی. آره تو راست میگی، برای زنای هرزه ای مثل تو مرد نیستم. لعنتی هیچ احدی حق نداره تو گوش من بزنه. هیچ احدی، میفهمی؟ هیچ احدی حق نداره تو گوش من بزنه. سلام. سلام. خیلی وقتی که اومدی. نه تازه اومدم. تو کی اومدی؟ همین امروز. با کی بودی؟ با احمد بودم دیگه، معلومه میخواستی با کی باشم. الانم فرستادمش دنبال نخودسیا، رفتی یه پاکت سیگار بخره. دیروز خیلی منتظرت شدم، خیلی زیاد. دست خودم نیست، کارم طوریه که نمیتونم بگم کی برمیگردم، ولی اینه بدون هر چه که باشم به یادتم. خودت که میدونی چقدر دوستت دارم. میدونم، ولی دوست داشتن خالی به چه دردم میخوری؟ مریم من خودم بیشتر از تو عجله دارم، فقط میخوام یه سر سامونی به زندگیم بدم. صبر داشته باش. همیشه همینو گفتی، ولی من که از تو قصر نخواستم. من حاضرم با تو باشم حتی اگه تو یه زیرزمین باشی. این حرفو چیه مریم؟ من نمیخوام تو رو همینطوری بیارم تو خونه. دلم میخواد زندگی راحتی برات درست کنم، میخوام جلوی دوست آشنا سر بلندت کنم. بوم نذاشتی؟ چرا اسخر خان، خیلی هم سفارش کردم. از چرا تا حالا نیومده؟ نمیدونم، هر روزی که خاطر خواست شده به کل عوض شده، اصلا دست و بالش به کار نمیره. کیه اون؟ چی کار هست؟ والا اینجوری که میگن ظاهرا تو کارخونه کار میکنه، بقیهش هم که خدا میدونه. اوه یا ابو علفی.
کی بود؟ هر کی بود لال شده. برای کار اومدی یا برای دعوا؟ هر کدوم که پیش بیاد. من الباس امشب یه نفر اگه تو به هر بی سر پایی رو ندی اینجوری وای نمیسه پشت سر من ورزی یدی بزنه. تموم شد؟ دیگه نمیخوای کس رو ادب کنی؟ کارتو بگو. برای امشب برنامه گذاشتم. الو بر پدر هرچی مردم آزار لعنت بایی میتونن بخوابیم خیلی
موضوع تو رو به دوستان نگفته بودم. مگه حالا چی شده؟ میخوای چی بشی؟ دیوونم کردن از بس پرسیدن کی عروسی میکنی؟ از همه بدتر بابام شده. هر روز یه خواستگار برام پیدا میکنه. اون بیچاره حق داره. هر چی باشه پدر و آرزو داره. ولی منم نمیتونستم کاری بکنم. دستم خالی بود. امان از این دست خالی. ولی همین روزا وضعم روبرو میشه. قراره امشب با شریکم حساب اونو سرراست کنی. یه عالم پول ازش میگیرم. سهمت همین میشه دیگه. انصافم خوب چیزیه. چرا ما که خودمونو به خطر میندازیم باید نصف تو اسقر ببریم؟ برای اینکه اگه نقشه ما نباشه شما نمیتونین کاری بکنین. از اینا گذشته. چرا دبه میکنی؟ مگه از روز اول قرار دین نبوده؟ چرا؟ ولی نبره همیشه. من نمیدونم قرارتون چی بوده. باید با خود اسقر صحبت کنیم. خلاصه اگه حق ما را ندیم به ضرر خودتون تمام میشه. ما میریم سی خودمون. شما میرین سی خودتون. فکر نکنین تنهایی میتونین کار کنین. چشمتون رو وا کنین گوشه زندون خوابیدین. دیر اومدی قطار رفت آقا جون. الان که اومد بهش بگو تکلیف ما رو روشن کنه. به من دخلی نداره. خودت بهش بگو. خیلی خوب باشه. میگم ما از کسی خورده برده ای نداریم. چه بود نطق میکرد؟ حتما شنیدی کی بود. خوب گوش کن موسه. من اگه با کسی سر قوز بیافتم فاتحش خونده است. میخوای منو بترسونی؟ نه پسر جون،
دارم خودم رو معرفی میکنم. باری از قدیم گفتم سگی که پارس کنه نمیگیره. نمیگیره. نمیگیره آقا جون، دندوناش تیزیست. نفهمیدم. خوش دارم یه رفعه دیگه واسه هم نوت کنی. نمیگیره. بابا جان. کسی رو نمیبینم تا براش نوت کنم. پاشو تا ببینی. خواری نکو مجبور بشم چرا اینه کلفتت. بابا نگاه. نوت کنم. آی آی باشنه من. تا حقمو نگیرم دست از سرتون بر نمیدارم. پولتونو میدم بریم بابا بریم. نمیتونین ندین. تا قرمون آخرش ازتون میگیرم. بچه ولش کن احمد. ولش کن دیگه. آره خدا رو شکر کن که گفت ولت کنم. ولش کردم ولی نمیتونین حق باره ندین. نمیتونین حق باره ندین. هر کدوم از بچه هم نمیخوان میتونم برم. تکلیف ما معلوم شد. نالو کی بیار که خیلی گشنمه. آخه میدونی تا این نامه ها رو میرسونم جونم به لبم میرسه. آخه من دیگه اون قوت جوانی رو ندارم. چشم به هم بذاری این یه سالم تموم میشه و بازنشسته میشی. امشب رفته بودم در دکان مشرحین پنیر بگیرم، باز موضوع پسرشو پیش کشید. بالاخره تو میخوای چیکار بکنی دخترم؟ فکرمو کردم بابا، من الان آمادگی ندارم، از اینا گذشته، مگه میشه شما رو تنها بذارم؟ بعد از فوت مادره تو برای من خیلی زحمت کشیدی، اما من نمیخوام آیندتو به خاطر من خراب کنی. من دیگه عمر خودمو کردم، اما این تویی که باید برای خودت زندگی درست کنی. عجله ندارم بابا، خدا سایه شما رو از سرم کم نکنه. دختر جون مردن حقه، بذار تا زندم خیالم از بابت تو راحت بشه. خیالتون راحت باشه بابا، بالاخره هر وقت موقع شد خودم بهتون میگم. مستی راستی، اون چه میخواهد دل تنگت بگو. آره همیشه آرزوم این بود یه روزی بابا بشم. چه؟ چه حرفا میزنی؟ حالا این نسل من و تو رو پریزمی نباشه نمیشه. خب دیگه چی کار کنیم احمد آقا؟ حسرت. ای بابا چه حرفا میزنی؟ چه دل خوشی داری؟ من حاجید هیچ وقت از این حسرت ها نداشته، هیچ وقت. من با شما خیلی فرق دارم، شما یه دوست مثل محسن خان داری که از هزار تا برادر واسط دل سوز داری. اما من چی؟ تو هفت آسمون یه ستاره کوره ندارم، همیشه فکر میکنم اگه بمیرم هیچ کسو ندارم واسم گریه. اگه ناراحتت اینه قول میدم خودم وسط خیلی گریه بکنم بخدا سلامتی. نوش محسن من کجلک ببینم خیلی تو فکری ها ببینم نکنه نقشه بخشه تو کاره. آره برای ماشین لازم داره. چی؟ ما ماشین میخواد؟ چند تا میخواد؟ ها؟ هر چند تا میخواد همین فردا.
خیلی خب بابا معلوم نیست چی بوده. اگه واقعا نمیخوای با هم عروسی کنی به این بگو. من تو زندگیم به اندازه کافی سختی و ناراحتی کشیدم. تو باعث نشو بیشتر احساس بدبختی کنم. این حرفا چیه مریم؟ من تنها آرزوم خوشبخت کردن توه. من خودم بیشتر از تو فکرم. پس چرا یه کاری نمی کنی؟ چرا نمیخوای خیال منو راحت کنی؟ بهت که گفتم تا یه اختلاف حساب با شریکم حل نشه نمیتونم کاری بکنم. چرا نمیخوای بفهمی؟ فکرشو نکن مرگم، همه چی درست میشه، فقط بهت کمی صبر کن. لای 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 محسن آقا، محسن من سلام علیکم. علیکم سلام، خاصه نباشی. قربه، بفرما، اینم ماشی دیگه چی بخوا؟ همه رو رنگ میکنم. نگاه کن چه رنگی کردم. بسه تو درد نکنه بچه ها، خیلی قشنگ شده. خیلی مامانی شده. باز میگم اگه صاحبش هم سوارش بشه نهش دسته. بگی بسن، 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 تو بسن. باستان آقا کی باز بریم؟ کی؟ آره آخر شب اون دست با چشک زودتر بابا بشه. ببینم کی برمیگردی؟ صبح، مونتا چون فردا میرم مسافرت، تاری روشن بیام ماشین رو میبرم. ممکنه خواب باشم، بیای پشت در بمونی یا؟ میزنم به در بیدار میشی، بیا. باشه، اصلا خودم اون موقع برای نماز بیدار میشم. دو تا به در بزنی، میام در وام میکنم. باشه، خدافظ. Yeah.
ماجرایی هم نگاه کنیم. مدیر اقا دردو رو جگم بدیم. ماجرا جوشه با ما. آره بابره که دیگه سبا کنجا بخه نمیشه رم. چه جوری بریم از این؟ کنی محسن من سازا کن بسا نره خواب صندوق به این بزرگی حتما زنگ خطر داره زنگ خطر گوش کجاست زنگ کن اونجا میزنی که اونجا لوستر بوستر چیه اونا خودشه جاسه ایش آره چیکار کنی برو قردش کن قردش کن نگیره منو برد دست گل به آب بدیم بیشید 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 من تلقه چی کنه چرا؟ فهمیدی؟ ها چی کار کنی؟ بگیم
محسن من گفتم پس ساکو چیکار کنی؟ میذارمش تو صندوق عقب ماشین با خیر. باشه برو ببین چه دردشه. رو چشمم. شهر را ننداز کافوتو بنداز از دم پل هلش بدیم کنار. ولش کن حسن آقا بزن انقدر بوب بزن تا خسته شه. بیا پایین بابا بیا پایین معطلش نکن باز بزنیمش کنار. یالا محسنه از خیلی پیش نقشه این جواهر فروش رو میکشید. هر وقت از نقشش برام میگفت کلی بهش میخندیدم و میگفتم این کار غیر ممکنه. اینطور که معلومه قیمت اونا بیشتر از 2,000,000 تومان بوده. هرچی این محسنه هرومزاده بگی کم گفتی. اون خیلی زننگه. چنه محسن نیست، احمدم از اون 7 خطای روزگاره. آره از کجا میدونین واقعا کار اونا باشه؟ هست، نقشه همونیه که قبلا محسن برام گفته بود. مطمئنم کار اوناست. حتما، جز محسن کاری کسی دیگه نمیتونه باشه. آره، ولی من باز حقمو بگیرم. نباید مفلشون کنی مسخر آقا. من تا تلافی اون شب و سر این محسن در نگرم آروم نمیشینم. میدونی محسن خان، یه عمر برای چون کندم، ولی اون نامردی سر سوزن منظور نداشت. من خیلی احمق بودم. اگه همون شب منم با شما اومده بودم صاحب پول پله‌ای شده بودم. تقصیر خودت بود داداش. فکر کردی ای دو دستی اصغر به چسبی نون تو روغنه. آره والا. آره. ناراحت نباش پسر. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. محسن خان خودش تلافی شده در میاره. ببین سفر، تو خودت خوب میدونی که ما احتیاجی به کسی نداریم. اونم الان که دیگه دوزی رو گذاشتیم کنار. میخوایم یه شغل بی سر و صدا و آبرومندی برای خودمون دست و پا کنیم. ولی حالی که تو اومدی در خونه ما، مام دست رد به سینت نمیزنی. در عوض تو هم باز قول بدی که با ما صاف و یه رنگ باشی. محسن خان، قول میدم تا زندم غلامت باشم. چی از این بهتر که آدم بتونه یه لقمه نون حلال در بیاره؟ زنده باشی.
بیچاره تو تهران کسی رو نداره. همه یه فامیلا شهرستونه. تو چی کار داری؟ به بابات بگو فامیل منه، کارت نباشه. قربونت برم، چقدر تو خوبی. نمیدونستم چی کار کنم، نجاتم دادی. این حرفا چیه؟ پس دوستی به چه درد میخوره؟ منیر، نمیدونی چقدر خوشحالم. انشالله که همیشه خوشحال باشی. مرسی. راستی مریم، عروسی کنی بابا تو چی کار میکنی؟ محسن قول داده برای اینکه بابام تنها نباشه با اون زندگی کنی. فکر خوبیه، هم بابا تنها نمیمونه، همین که اول زندگی از شهر کرای خونه راحت میشی. برای آخرین بار تکرار میکنم، دوشیزه مکرمه محترمه خانوم مریم خانوم، آیا حاضرین در مقابل 50,000 تومان بچه رایج مملکت و یک جلد کلام الله مجید و یک شاخ نبات به عقد و ازدواج آقای محسن مروتپور در بیایید؟ من وکیلم اجرای عقد کنم؟ وکیلم؟ بله. خونه و زندگی باشی. حتما پدر خوبیم، واسه بچت میشی. آره، با خودم عهد کردم اگه روزی پدر شدم برای اون بهترین بابای دنیا باشم، چون خودم تو زندگی از پدر محبتی ندیدم. دلم نمیخواد امروز تموم بشه. هر وقت یادم میاد فردا باید بریم تهران قصم میشه.
با تو هم موسه. نه چی؟ کجایی؟ اینجا. به چی فکر میکنی؟ هیچی دیگه به چیزی فکر نمی کنم، چون تو رو دارم. دوست دارم. چی فروختار؟ نه نمیدونم از خرقا. خاک بر سر بی ارزت کلا. بعد یه هفته برام خبر آوردی؟ آخه از خرقا اونا به من بدگمون بودن، ترسیدم اگه زیادی پرسجو کنم بند آب بدم. خافشو بی پدر مادر. پس رفتی اونجا چه غلطی بکنی؟ تو همین آب کردن جواهرا بود که میتونستیم سر به زنگا حقمونو بگیری. معلومه بعضشون خیلی سکه شده که میخوان دوزی رو بذارن کنار. آره، ولی بیشترش به خاطر محسنه که دارن کارشون رو عوض میکنن. اون مجبورشون کرده دست از این کار بکشن، الانم دنبال جا میگردن که یه تعمیرگاه باز کنن. چون عروسی کرده میخواد کارشو عوض کنه. آخه دختره نمیدونه اون چی کاره بوده، خیلی دختره رو دوست داره، یه سالی هست که خاطرشو میخواد. دختره نمیدونه محسن چی کاره بوده؟ نه از خرقا نمیدونه، هیچ خبر نداره. اگه خاطر خواه بود پس چرا به همه نظر داشت؟ مثلا به کی؟ اون خیلی بیشرف بود، نمیخواستم بهت بگم، حالا که سر حرف باز شده میگم. اون هر وقت چشمتو رو دور میدید خودشو عاشق و کشته مرده من نشون میداد. چرا اون موقع به من نگفتی؟ آخه نمیخواستم بینتون به هم بخوره. که نمیخواستی بینمون به هم بخوره ها؟ ای بگو میخواست اونو برای روز مبادا نگه داری. برش کنه بینم از اینجا بندازش بیرون. هر درو ببار صدا تو سلیته ببار. برو کنار. اون رفت دیگه با ما کاری نداره. یعنی چی؟ اونو اسقر فرسته بود که واسش خبر ببره. از کجا فهمیدی؟ امروز خود اسقر تلفن کرد. اسقر؟ آره، خوب شد اومدی. گفته اگه محسن با من تماس نگیره همه چیزو به پلیس میگم. بی خود گفته، میخواد ما رو بترسونه. اون نمیتونه به پلیس بگه چون پای خودش هم میاد وسط. محسن خان اون آدم خطرناکه، باش در نیافتین. برو ببین چی میگه. نه ترس پسر، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آخه آخه که چی؟ چی بابا؟ میخواد بیاد به مریم بگه ما این پولا رو از کجا آوردی؟ با تمام زرنگیمون رو دست خوردیم محسن من. لعنتی، مگه این سفر به چنگم نیفته؟ نفهمیدی اسقر چی کار داره؟ باسی کارو برام انجام بدی. من توبه کردم، دیگه نمیخوام دوستی کنم. توبه گرگ مرگه. تو مجبوری بابا جون. تو مگه پول نمیخوای؟ من حاضرم نصف این پولا رو بهت بدم تا دست از سرم ورداری. اون که به جای خودش. این کارم واسم انجام بدی. خیلی به پول احتیاج دارم، چون منم میخوام این کارو کنار بذارم. منم میخوام حلال خورشم. ببین اسقر آقا، من تازه سر سامون گرفتم، روزی نشو زندگی من درب و داغون بشه. پس از وقتی عروسی کردی چه حرفایی یاد گرفتی ها؟ خب بهت حق میدم، چون نمیخوای زنت بدون پدر بچه چه شخصیت بزرگیه. البته میونه یه مش دوزه با آبرو. ولی من دیگه نمیخوام دوزی کنم، من میخوام از راه حلال نون در بیارم. چه حرفایی میزنی پسر، خیلی بامزه شدی. با پول دوزی میخوای نون حلال بخوری؟ اسقر آقا، من به زودی بابا میشم، نمیخوام بچه هم بیاد دم زندون ملاقاتم. خب پس اگه فکرت اینه، هرچی میگم بی سر و صدا گوش کن. به خاطر بابرون جلوی مرگم
بچه باشی پیشنهادشو قبول کنم. معلومه، وگرنه خیلی برامون گرون تموم میشد. فکرش هم نکنین، انشالله این دفعه هم به خیر میگذره. بسیار خوب، بگین بیان تو. بفرم قربان، بفرم. ببخشی، سلام از کردم. سلام جناب، حالتون چطوره؟ متشکرم. سلام از کردم. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ بفرمین، خواهش. آقایون از بیمه تشریف آوردن؟ بله. خواهش میکنم، چه فرمایشی داشتین؟ میخواستیم از نظر ایمنی از قسمت‌های مختلف کارخونه بازدید عمل بگیریم. بازدید کنیم قربان. بله باشه، مانعی نداره. از سایه دستور میدم شما را به قسمت‌های مختلف کارخونه راهنمایی کنم. بگی زودتر بگو، ممکنه اصغر بیاد بالا. من خوب رو هیچ وقت فراموش نمی کنم، واسه همینم از که میخوام یه خدمتی بهت بکنم. اما باید قسم بخوری به کسی نگی، چون اگه اصغر بویی ببره فاتح هم خونده است. به اروای خاک بابام اگه به کسی چیزی بگم. دیروز از پشت در شنیدم که اصغر و تقی با هم قرار میذاشتن پولا رو که گرفتن از ایران برن. چی؟ از ایران برن؟ آره، اینطور که میگفتم تورم نمیخوان ببرن. خلافز دفع دیر نکنی، سر همون ساعت که محسن گفته باز تو میدون شاید باشی. چشم، من زودتر میرم اونجا. خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم. پولو که گرفتی میزنی به چاک، تقیی سر جاده همون جایی که گفتم منتظرت. فهمیدی؟ بله از خرابم. اگه ناراحتی بازم برو ببینش، تو اومدن غلام کل وقت داری. خیلی خوب باشه، زود برمیگردم. اما نمیدونم چرا ناراحتم، هیچ وقت مثل این دفعه دلم شور نمیزن. بیخیالش، بعد به دلت را نده، دفعه اولت که نیمه حسن من. فکر نکن برای خودم میگم، بیشترش به خاطر مریمه. بیچاره همه امیدش تو زندگی به منه. محسن توی؟ سلام. سلام. بابا خوابیده؟ آره. پس چرا هنوز نرفتی؟ ماشین هنوز بارگیریش تمام نشده. گفتم بیام یه سری به این پدر سوخته بزنم و برم.
میگم امیر. تو همه جا منتظر باش، اگه خبری شد از اون تبلیغات کن. باشه. من بر میگردم. بله بله قربان. نگهبان کجا هستید؟ زود باش، بیا دیگه. صبر کنید تا کلید بیارم. باش، 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 باش،
این در به کجا را داره؟ پشت بام. به سردخونه هم را داره. تو را خودتو برو. یا با آتنه منو بل کن. نه برو مرگم آتسرت. نمیتونم تو را تنه بسرم. نمیتونم. نمیتونم بیا. من میمیرم. تو برو. خواهی تو به خاطر من گیر نه انداز. برو. نمیتونم برو. شو یا برو. من باید تو را از ایچو بزرم. احمد، احمد جونم، بلند شو لامستم احمد، احمد برای تنها نزار احمد رضایت بگیری. امیدت به خدا باشه. مریم، از خون بازم شد که چشم آب نمیشه. فکر میکنم یه کارم تموم. خدا اون روز رو نیاره. برات یه گوسفند نذر کردم. Thank you.
پسر جان، تقدیر و سرنوشت همه ما مرگ و هر کدوم ما به نحوی از دنیا میریم. سرنوشت تو هم این بوده که بدین نحو از دنیا بریم. شجاع باش و با مردانگی به سوی مرگ قدم بردار. شجاع باش پسرم، شجاع باش. پسر جان، هر کسی رو که میخوای ببینی بگو تا اگر امکان داشته باشه در اینجا حاضرش کنی. زنم میخوام ببینم. ببینین کسی به نام مریم اومده، اگه هست بیارینش تو. صبر کنین، اجازه بدین دستامو باز کنم. نمیخوام جلوی زنم دستام بسته باشه. خیلی متاسفم، این کار برخلاف قانونه. پس دیگه نمیخوام زنم ببینم. اگه وصیتی داری بکن. اینجا که رفتی منو تنها نذاری بری پیش بابا جونت. باز قول بدی تا آخر عمر با هم باشی. قول میدم. منو که احمد رفیقم خاک کنین، بزنم هم بگیم برام شب سوم و هفت نگیره. پولشو خرج بچه های یتیم بکنه. دیگه حرفی ندارم. فرزندم، خداوند رحیم و مهربان است و بندگان خود را میبخشد. پس بیا شهادت خود را در پیشگاهش بیان کن و از او طلب مغفرت نما. من میگویم و تو هم پسرم با من بگو: خدایا تو را میپرستم و میخواهم که از گناهان من بگذری. خدایا مرا بیامرز، از تو طلب عفو می نمایم. خدایا شهادت میدهم که خدایی جز تو نیست. خدایا شهادت میدهم محمد فرستاده توست که ما را به راه راست هدایت نموده است. اشهد ان علی حجت الله. بذاریم برامو ببینم. اون بمیرد، من کسی رو نداره. بذاریم برامو. صادر فرجام خواهی می نماید که دیوان عالی کشور رأی دادگاه را ابرام می کند. اکنون حکم در مورد او به مرحله اجرا در می آید. خدا! خدا چی کار کنم؟ چنین می فشارد گردنه